اینجا بچه ها به صورت قانونی یا لگال نمیشه اومد وارد شد. آخ پشمون. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه جلوترش دیگه من میترسم برم بریم بیرون اتفاق نیفته برمون اینجا. فکر میکنم تو یوتیوب فارسی تا الان کسی این ویدیو رو نگرفته بود. سلام بچه ها، چطورید؟ خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. امروز قرار این ویدیو خیلی خفن باشه. چرا؟ چون که فکر میکنم تو یوتیوب فارسی تا الان کسی این ویدیو رو نگرفته باشه، چون من ندیدم تا الان تو یوتیوب فارسی. میخواییم بریم یه جای خیلی خفن توی پایتخت اوکراین کیف که قانونی نیست رفتنش اونجا حقیقتا. حالا جلوتر میبینیم کجا میریم. الان منتظرم که دوستم سرگی بیاد، اوکراینیه. توی ولاگ فوتبالی که رفته بودیم دیدینش، اگر اون ویدیو رو دیده باشین. قراره که اون هماهنگ کنه بریم اونجا، چون قبلا یکی از دوستاش رفته، میدونه چجوری باید بریم و بریم یک ولاگ خیلی خفن بگیریم از یه جای خیلی خفن. حتما این ویدیو تا آخر ببینید. الان هم ساعت 7:30 صبح روز شنبه است، انگار میشه روز جمعه ما. یعنی نه، چی گفتم؟ میشه جمعه ایران، چون جمعه تعطیله دیگه، شنبه هم اینجا تعطیله. یعنی سر صبح روز تعطیل ساعت 7:30 الان من منتظرم که بریم اونجا، چون تا قبل از ساعت 11 بعد اونجا رو ترک کنیم. حالا اگه میخواییم بدونیم کجا میریم حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. حمایتی هایتون نره، لایک کنید کانال اگر سابسکرایب نکنید تا الان سابسکرایب کن. به خدا هیچ کاری نره، این موس رو برمیداری یه دکمه قرمز میزنی سابسکرایب میشه. دمت هم گرم. این ویدیو رو حتما اون پایین یه فلش داره، فلش، آره دیگه فلش، یه علامت فلش هست، میتونی بفرستی برای دوستات یا لینک رو کپی کنی بفرست برای دوستات تا همه این ویدیو رو ببینن. بازی این ویدیو میخوام بترکونه. دمتون گرم، چون دارم الان وقت میذارم و داریم میریم یه جای خیلی خفن، واقعا ریسکشون خیلی زیاده، پس حمایتی هایتون نره رفقا. بچه سرگی اومد. اومدم تو شهر و از اینجا باید بکنیم سریع بریم، چون الان شده 8:00 و ما 2-3 ساعت بیشتر وقت نداریم. هلو، دید یو برینگ یور کامرا؟ یس اوف کورس، بات دیز اوت فول. آی یو دیدنت چک؟ یس آی ریڈ ات مترو، بات آی ثینک اباوت فول اولسو، بات هاری اپ سلیپی. اگزکتلی. اصلا بهش گفته بودم اگر توپ داشت توپ بیاره، چون می‌خواستیم یه چالش هم اونجا بگیریم، نشد. حالا میریم اونجا رو اول توی ولاگ بهتون نشون میدم و اگر هم شد یه چالش خیلی خفن اونجا میگیریم. بزنیم بریم. بچه ها ساختمون اونجا رو میبینیم، ما میخواییم بریم اونجا، ولی اینجا خیلی چیز داره، از این حفاظه سنگی داره، اونورش کلی اتوبوس و مینیبوس خراب و قدیمی هست، وسایل حمل و نقل شهری که اسقاطی شدن اصطلاحاً همه اونجا. میخواییم بریم اونجا و اونجا رو بهتون نشون بدم، امیدوارم بتونیم وارد بشیم. پس همین الان لایک یادت نده. دمت گرم. بچه هوا خیلی سرد بود، گفتم برم کاپشن رو از تو ماشین بردارم، کاپشن رو گذاشته بودم تو ماشین. خیلی واقعا سرد، الان حدود 8 درجه است. 2-3 ساعت قرار اون تو باشیم، بعد فضای بازه. گفتم به فنا میرم دیگه، پس کاپشن رو برمیدارم سریع میرم اونجا و یه راهی پیدا کنیم و بریم داخل. بچه ها بالاخره هر جور شد تونستیم وارد اینجا بشیم. فقط ببینین چه اتوبوسای قدیمی اینجا هست. اینا همه وسایل حمل و نقل شهریه، اتوبوس ها و مینیبوس هایی که همه اسقاطی شدن و تصادفی هم و داغون شدن دیگه. ببینیم اینجا میتونیم چه چیزایی پیدا کنیم. همین اول شیشه شکر رو نگاه کنیم. برگام اومده اینجا، یکی از این شیکا خورده، 7% الکل مست کرده. پشمایم. ببینیم چه چیزی میتونیم اینجا پیدا کنیم. اینجا رو کامل اول بهتون نشون میدم، بعد اگر شد یه ویدیو جدا هم یه چالش خفن اینجا میگیریم. نمیدونم اینا فکرم حداقل 40-50 سال اینجا هستش. اینجا بچه به صورت قانونی یا لگال نمیشه اومد وارد شد. برگام این چیه؟ اینجا باید خیلی مراقب باشیم، اینا همه شیشه داره، دستمون رو نبر. بچه ها پشمام این چیه؟ این هر کی بوده از این منورا بوده اومدن اینجا چیز کردن. اینجا خیلی غیر قانونی وارد میشن و قانونی نیستش که وارد اینجا بشین، چون نگهبان داره، چند تا نگهبان داره، چیزی حدود 40-50 تا سگ ولگرد داره اینجا، خیلی خطرناکه. اوه این حداقل از شما مال
زده 4 گریل. من 4 سال 5 سال پیش اومدم اوکراین، هزینه مارشروت کنینا حدودا 6 گریل یا 8 گریل بودش این اتوبوسای بزرگ. این زده 4 گریل، حداقل ما فکر کنم 10 سال پیشه. همین فنر رو الان برداریم ببینیم بفروشیم، فکر کنم یک نمیدونم 20 دلار 30 دلار بخرم. آخه این موتور اتوبوس اینجا است، از عقب تسمه تایم لوله ها میبینیم موتورش عقبه. خب اینجا هم یک سالونی هست توش فکر کنم پر اتوبوسه، بریم اینجا هم چک کنیم چه اتوبوس باحالیه. اینجا کلی عکس هم میشه بگیریم حتما، چون با سرگئی اومدم بچه. سرگئی هم همین نزدیکی هست فکر کنم، از اون ور سوتر رفت و کلی عکس میگیریم حتما توی ویدیو عکسارا هم میذارم. بچه اینجا فضای داخلیش هست، از بالا همینجور چون بارون اومده هی داره آب میشه که امیدواریم فقط سقف رو سرمون خراب نشه. چه اتوبوسایی از فقط میگه جنگ زده است. یه اول فضای تاریکه، خیلی تاریک و ترسناکه. بچه اگر این ویدیو 1000 تا لایک بگیره، 1000 تا یعنی ویدیو رو میتونید لینکشو به اشتراک بذارین تو گروه ها برای دوستاتون بگین لایک کن، یعنی اگر 100 نفرتون برای 10 نفر دوستاتون بفرستین و لایک کنن میشه 1000. به همین راحتی 1000 تا لایک بخوره چالش 24 ساعت موندن و خوابیدن اینجا رو میذارم. یعنی بعد از ظهر سمت شب میایم یه جوری وارد میشیم اینجا، یک شب تا صبح اینجا میگذرونیم. اگر این ویدیو 1000 تا لایک بخوره دمت گرم، پس همین الان لایک کن، یک چالش خفن 24 ساعت یک شب اینجا موندن رو براتون بگیرم و امیدوارم اونم یه ویدیو خفنی بشه. بچه سرگئی از آتبه اونور خیابون که بود ماشین رو پارک کردیم، رفت چند تا موز گرفت، بنان به روسی میشه بنان، موز گرفت. الان چند تا موز بگیرم که انرژی داشته باشیم. اینم داره اینجا برای خودش عکس میگیره. بچه تو این اتوبوس قدیمی موز داره. میگه پول بلیتو برداخت کردی اومدی، ما موز گرفتیم، شما اگه موز میخواین لایک کنید. تا 50 او مایو او او بچه از سال 1980 این اتوبوس اینجاست، یعنی یه چیزی حدود 50 سال نیم قرن. پس حتما یه چیزی با ارزش شاید پیدا بشه اگر خوش شانس باشیم. گفتم اگر 1000 تا لایک بخوره حتما میام و اون چالش 24 ساعت یه شب اینجا خوابیدن رو براتون میگیرن که تو اونجا حالا بالش رو پتی میاریم بخوریم. بس لایک کنید نرین ویدیو رو بفرست برای همه. و اینکه فکر کنم تو یوتیوب فارسی واقعا همچین چیزی رو ندیدم که از قبرستون یا این محلی که وسایل حمل و نقل عمومی اسقاطی هست کسی ویدیویی گرفته باشه و تونسته باشه وارد شده باشه، حالا چه تو ایران چه کشورهای دیگه، به خصوص اینجا اوکراین هست. و اگر بفهمم مثلا ما وارد شدیم یا اینجا نگهبانش بیاد و ببینه، احتمال داره زنگ بزنه به پلیس و احتمالاً جریمه داره ورود غیر قانونی اینجا، چون قانونی نیست وارد شدن اینجا. ولی من میبینم خیلی ها مثلا یا از اون بالا تونستن بیان داخل یا یه جور اومدن اینجا. میبینیم بطری‌هایی هست ماسک کردن و خیلی اتفاقایی که حالا اینجا افتاده ما نمیدونیم شاید چه اتفاقایی افتاده. بچه از این سبک ویدیو اگر دوست دارید، مثلا اینجور چالش ها اینجور ولاگا جای حالا مخوف یا جای خیلی خفن اوکراین که هست و میخواییم ویدیوهاشو ببینید، حتما توی کامنت ها برام بنویسید تا جای خفنتری با سرگئی پیدا کنیم، چون این اوکراینی بیشتر جایی که حالا من نمیدونم. من الان 5-6 ساله تو اوکراینم، واقعا همچین جایی رو نمیدونستم کجاست و میشه اومد یا نه، ازش با اون میریم و تو کامنت ها بنویسید. موز میخورین؟ لایک کنین؟ کری بخوریش؟ واسه موز چنده تو ایران الان؟ 750 تومن. اینم به یادگار میذاریم اینجا، نفرات بعدی اومدن ببینم ما اینجا بودیم. یکم تاریکی بچه دیگه ببخشید، ولی سعی میکنم بهتون نشون بدم دیگه اینجا چه خبره با کمبود امکانات و خیلی سخت. چقدر تنگ تا تنگ اینا رو گذاشتن نمیشه از لاش رفت. باید آخ پشمام گودالی بود و پوم رفت داخلش، کفشم به فنا رفت، کفش پومام به فنا رفت. اینجا چه خبره؟ اینجا رو نگاه کنیم این وسطاش باز میشه، اینجا چی میذارم معمولا اونزی؟ نزدیک بود الان بیفتم بچه‌ها، می‌بینین اینجا رو
خیلی تاریک بود. این بچه ها نقشه کیفه، راهش رو نشون میده که این مسیر مارشروتکا چجوری میره. بله آخا، خیلی دوست داشتم جای راننده بشینم. پپسی هشون. پپسی اینجاست دیگه، چی پیدا میشه؟ بریم جلوتر، اتوبوسه جلوی اگر شد پیش راننده بشین. اخ خیلی خطرناکه، یعنی هر لحظه امکان داره توی یک چاله یه چیزی بیفتیم ما. اینا مارشروتکا بچه، این مینیبوس های زرد رنگ کوچیک بهش میگن مارشروتکا. چقدر اینا تصادف کردن واقعا، اسقاط شدن یا یک اتفاقی برشون افتاده. شیشه هاشو میبینی؟ اوه آی دستم، مگه مرض داری آخه میزنی شیشه رو میریزی پایین؟ مگه مرض داری آخه میزنی شیشه رو میریزی پایین؟ بچه اگر این ویدیو 500 تا لایک بخوره یه بار دیگه میایم اینجا تمام شیشه های مینیبوس رو میشکنیم. چقدر ما بیشوریم، چقدر ما بیشوریم. الان دیسلایک میکنی؟ نه با شوخی کردم، واقعا شعور در وجودت وجود نداره. اینجا مثل مارپیچ میمونه، یعنی این یه باقی از حالت مارپیچیه و آدم گم میشه توش یه جورایی. اینجا فکر کنم هر چیزی با ارزشی بوده، این نگهبانا اینا اومدن خودشون پیدا کردن برشتن. پوکت سیگار، سیگار چیه؟ سیگار. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مگه مرض دارین یا اینجا بعد بگی بسم الله؟ اوه پشم جلوترش دیگه، من میترسم دارم بریم بیرون اتفاقی نیفته برامون. اینجا تنام هستیم، با یک سرگه اوکراینی اومدیم، باید اینجا اتفاقی برامون نیفته، خدایی نکرده. بچه فضای بیرونی اینجا هم کلی مارشروتکا و اتوبوس هست. حالا من فضای داخلیش رو اول ببینم چجوریه و بهتون نشون بدم، و فضای بیرونیش هم حتما میریم نشون میدم، و اگر شد روی سقف این مارشینا میریم. آه این اتوبوس هست، از اینا داره بینش، نگاه کن اینا چه راحت کنده میشه. در رو باز میکنیم میایم داخل، در همین راحتی. هوا هم خیلی سرده اینجا، میکنم از بیرون سردتره. خفنه برای عکاسی، اینجا خوراک عکاسیه فقط. حالا بچه دوربینم آوردم، حتما چند تا عکس میگیرم. اگر دوست دارین که عکسایی که از خودم گرفتم و عکسایی که میگیرم، پیج ویکنز تیوی رو فالو کنید تو اینستاگرام، تو استوریا و اونجا میذارم، و پیج عکاسی خودم هم دوستاشون فالو کنید، محمد جواد اینجا میاد دیگه، پیج عکاسی هم دوستاشون فالو کنید، اونجا عکسا رو میذارم. بچه این اتوبوس کف خوابه دیگه، یعنی اسپورتش کرده طرف الان کف خوابیده. آها این بالا ببینیم میتونیم بریم یا نه. یه چیزی گذاشتن الکی اینجوری، یعنی بسته است، ولی ما میریم بالا. ما سرتق خیلی خطرناک، فکر کنید زیراش ما خیلی سرتق تر از این حرفاییم. چقدر خطرناک اینجا. اوه اینجا نمیشه رفت، فکر کنم نور بندازیم ببینیم چه خبره. خیلی ترسناک، خوفناکه داخل این، خیلی خوفناکه بچه‌ها. در اینجاش هم باز میشه ولی من میترسم باز کنم. چی نوشته؟ نمیدونم چی نوشته، ولی خیلی باید مراقب باشیم بریم بالاشون. احتمال داره مثل فیلم اسکوئر گیم که روم پل شیشه ای داری میری، احتمال داره یکی از اینا زیر پامون خالی بشه و بیفتیم. پس خیلی آروم میریم بالا. الان اینو نگاه کنی چقدر چیز شده، خم شده. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مگه مرز داریم یا همچین جایی میترسی و هی میگی بسم الله بسم الله؟ چه نمای خفنی را چه از این بالا بهتون نشون میدم. خب اینم از این قبرستون وسایل حمل و نقل عمومی اوکراین کیف. میبینی به اینا میگن آفتوبوس یا اتوبوس، اون کوچیک هم بهش میگن مارشروتکا. اینجا کیف قبرستون ماشین ها، صدای منو میشنوی بچه ها؟ لایک کنید و سابسکرایب کنید. تا اینجا برای شما اومدم بهتون نشون بدم، بهتون میگم هیچ منتی نیست، ولی کامنت بذارید، لایک و حمایت کنید دیگه. ویدیو رو هم حتما بفرستین تا بقیه هم ببینن و بتر کنید. دمتون گرم. اینجا چی میتونه باشه؟ من از عنکبوت میترسم، فقط اینجا عنکبوت نباشه بیفته رو سرمون. میتونه هر موجودی بچه اینجا باشه، چون اینجا خیلی قدیمیه، یعنی هر موجودی میتونه باشه، احتمال داره زیر پامون خالی بشه یا هر چیز دیگه. فکر نمیکردم بتونم همچین جایی بیام و بهتون نشون بدم. اه دستم کاغذ، از این دستم کاغذ قدیمی ها. اشخال اینجا
این بسته است. بچه گفتم اگر این ویدیو 1000 لایک بخوره، آره دیگه واقعا 1000 چیزی نیسته، یعنی فقط 100 نفرتون برای 10 از دوستاتون بفرستین بگین لایک کنن، 1000 لایک میشه و من دهنم سرویس میشه و بعد بیام 24 ساعت اینجا تو این هوا و تو این موقعیت بخوابم. بچه بالاتر هم میشه رفت ولی بریم بزن بزن بریم بالاتر. خیلی ترسناکه بچه، سیما رو میبینی؟ احتمال داره هر چیزی اینجا باشه بچه ها، روزنمین پر از این سیماست. برگردیم آقا برگردیم، تو این سوراخه احتمال داره یه چیزی بزنه بیرون، خفاشی رو میزنم یه چیزی، چون تاریک خفاش هم جای تاریک میرم. بسته دیگه بابا بسته، بریم بریم تا نگهبانش نیامده یه کسی نیامده. ولی اینجا بچه من چند تا عکس از این بالا بگیرم، نمایی بارشون خیلی قشنگ میشه. بعد بریم ادامه. اینجا خیلی خوفناک خودش، باید توی این موقعیت باشه. وای اینجا چیه؟ بچه صدا سگ اومد. اوه سگ اومد، غلط کردم داد زدم بچه، صدا سگ داره میاد. چند تا بچه اون جلوتر نگهبان ما، پشت سرش باید بریم. لایک یادتون نره، سابسکرایب هم بکنید.